بسم الله الرحمن الرحیم. حمدن ازلیاً به ابدیته و ابدیاً به ازلیته، سرمدن به اطلاقه، متجلیم مرایا آفاقه، الصلاة والسلام على سيد انبيائه سيدنا احمد و نبينا ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم. واللعن الدائم على اعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم الى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا و داعیاً الی الله به اذنه و سراجاً منیرا. هدیه محضر با برکت بقیت الله الاعظم امام منتظر حجت ابن الحسن المهدی صلوات بفرستید. بحثمون در رابطه با نور و ظلمت بود. مصادیقی از نور رو به عرضتون رسوندم. گفتیم که علم نوره. خاتم انبیا، مؤید مجتبی، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نوره، یعنی مثل خورشید در آسمان جهان می درخشد. و ما این تعبیر رو از قرآن داریم. فرماد و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها. قسم به خورشید و قسم به نور خورشید، الشمس و ضحاها. اینقدر خورشید عظمت داره که خدا بهش قسم یاد میکنه. و در روایات هست که منظور از خورشید رسول گرامی اسلام هست. همون خواصی را که خورشید داره، اون خواص را رسول گرامی اسلام هم دارد. خورشید کارش این هست که موجودات رو رشد میده و از انرژی های خورشید موجودات استفاده میکنند و اونها هم رو به کمال می روند. این خاصیت خورشیده. ناپخته ها را خورشید پخته می کنه. نارس ها را می رسونه. نواقص رو تبدیل به کمال می کنه. و تاریکه ها و ظلمت ها را هم برطرف میکنه. و آثاری که خورشید داره و حاکمیت دارد بر سیاراتی که در اطراف خورشید هستند و تمام اون سیارات به برکت خورشید نورافشانی میکنند، میگردند و میچرخند و جاذبه خورشید
اونها رو نگه میداره. بی خود نیست که ستارگان و سیارات در فضا معلقن و به تعبیر قرآن به غیر عمدن ترونها، ستون ندارن ولیکن تو سطح آسمان شناورن، کلون فی فلکن یسبحون. و اون جاذبه عجیب خورشید است که این سیارات رو نگهداری میکنه و از سقوط و افول حفظ میکنه. همین خواص را وجود مقدس پیغمبر اسلام داره. حالا یه مقداری مطلب رو بازترش کنم. ضمناً تعبیر دیگری هم در رابطه با پیغمبر اسلام در متن قرآن ذکر شده. انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا. یا رسول الله، تو را ما شاهد امتهای دیگر قرار دادیم که بحثش خیلی مفصله، که چگونه پیغمبر شاهد امتهای دیگر هست و مبشرن و نذیرا، تو رو فرستادیم که با بشارت دادن به مؤمنین اونها رو متمایل به بهشت بکنی، و نذیرن و با تهدید به عذاب الهی مردم را از منکرات و گناهان باز بداری، از انحرافات فکری و عملی اونها رو باز بداری، و داعیاً الالله به اذنه و سراج منیرا. یکی از کارهای پیغمبر که کار بسیار مهمی است و میدونید دریا و قطره چقدر قدرت و نیرو داره، دریا چقدر قدرت و نیرو داره، نا قابل مقایسه نیستن. اون وقت اگر کسی قطره ای رو به دریایی وصل کرد، این چقدر به این یه دونه قطره خدمت کرده که رابطه ایجاد کرده که این قطره هم خواص دریا رو پیدا کنه. داعیاً الالله به اذنه، یکی از کارهای پیغمبر این بود که مردم رو دعوت می کرد به سوی خدا به اذن پروردگار. یعنی این انسانهای ناچیز را که قرآن می فرماد این انسان ضعیفه، این انسان ضعیف رو وصل می کنه به خدا که منبع قدرت لایزاله، منبع علم نامتناهی است. خیلی خدمت بزرگی است که انسانهای مادی خاکی رو خداییشون بکنه تا جایی که اینا خلیفت الله بشن، که خلیفه یعنی نماینده، کسانی که بتونن علم خدا رو نشون بدن، قدرت خدا رو نشون بدن، کار به اینجا برسه. این خیلی خدمت بزرگی است. مردمی که به واسطه علاقه به مادیات از خدا بریدند، اینا رو به خدا وصلشون کنه. و واقعا وقتی فکر میکنه انسان که اینا که از خدا میبرند، به چه بدبختی در دنیا و آخرت گرفتار میشن، که معیشت زنگ پیدا میکنن. و راه علاجش این است که اینا وصل به خدا بشن تا این نکبت ها ازشون دور بشه. همون تعبیری که دیشب هم عرض کردم، پیغمبر فرمود قولو
لا اله الا الله طفله. با لا اله الا الله این ارتباط بین مخلوق و خالق برقرار میشه و نتیجهش رستگاری دنیا و آخرت هست. این یکی از خدمات بزرگ پیغمبر اسلامه. وقت ببینید قرآن میفرماد که و سراج منیرا، خدا ما تو رو فرستادیم در حالی که مثل یک چراغ فضا رو، فضای جهان رو روشن میکنی. سراج و حاجا، چراغ خیلی پرفروغ و پرنور. این تعبیر شده نسبت به پیغمبر. و تعبیرات دیگه که همه کاشف از این است که پیغمبر اسلام نوره، یعنی همون خواص نور رو داره، همون امتیازاتی که نور خورشید داره اون امتیازات رو پیغمبر اسلام هم داره. جاذبه پیغمبر چقدره؟ همون جاذبه‌ای که خورشید داره. از خیابان جی اصفهان یه انسانی رو مثل سلمان فارسی این پیغمبر به خودش جذب میکنه. چندین وقت سلمان فارسی از اینجا حرکت میکنه، از این شهر به اون شهر، از این راهب پیش اون راهب، از این کشیش پیش کشیش دیگه، تا بالاخره بعد از مدت‌ها و رنج‌ها خودش رو به پیغمبر میرسونه. یک فردی به نام صهیب را از روم به خودش جذب میکنه، یک فردی به نام بلال را از حبشه به خودش جلب میکنه و جذب میکنه. این در زمان حیات خودش. قبائل عرب را فوج فوج به خودش جلب میکنه، جاذبه داره که قرآن آخر کار میفرماد که رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. کار به اونجا رسید که دیگه تک تکی نبود، گروه گروه دسته دسته میمدن با پیغمبر بیعت میکردن، مسلمان میشدن، که در مسجد مدینه ستونی هست به نام استوانت الوفود که میمدن از قبائل مختلف پای این ستون و در اینجا با پیغمبر ملاقات میکردن. این چیز عجیبی است که در ظرف 10 سال 6 میلیون انسان را به خودش پیغمبر جذب کرد. وقتی میخواستن از دنیا برن 12,000 صحابه پیغمبر بودند و مجموعه کسانی که گرایش به پیغمبر اسلام در طول این 10 سال پیدا کردن 6 میلیون بود. یک انقلاب و تحول عجیبی پیغمبر به وجود آورد. این چراغ خاصیتش این بود که همه رو دگرگون کرد. از یک انسانهای بت‌پرست کافر طغیانگر جنگجو و دژخیم‌های عجیب چی می‌سازه؟ انسان می‌سازه. این کارخانه انسان‌سازی است که چرخ این کارخانه با نور پیغمبر گردش می‌کنه. اگر پیغمبر اسلام نبود، اون نورانیت رو نداشت، اینا کجا بودن؟ یک انقلاب ممکنه تو یه بُعد اثر داشته باشه، ممکنه یک انقلاب در یک منطقه انجام بگیره. یک انقلاب بزرگی که شعاعش به تمام جهان رسید
و این شعاع خاموش نمیشه تا روز قیامت که هر چه پیش میره فروغش بیشتر میشه، نورش زیادتر میشه، جاذبهش بیشتر میشه، تا اونجایی که تمام مردم جهان تسلیم این مکتب خواهند شد و پیرو رسول خدا. این پیشگویی قرآنه. قرآن میفرماد که ما تمام این جهان را زیر سیطره اسلام قرار خواهیم داد و شعاع وجود پیغمبر تمام جهان را فرا میگیره. یعنی میاد این چراغ روشنایی به فکر مردم میده و فکر مردم رو دگرگون میکنه. این نوع انقلاب در عالم سابقه نداره که تو همه ابعاد انقلاب ایجاد کرده باشه. واقعا قابل مطالعه است. اخلاق مردم رو عوض کنه، انقلاب در اخلاق به وجود بیاره. بدترین آدما، شرورترین آدما، بد اخلاق ترین آدما در دوران جاهلیت بودن. اینها رو برگردونه و اون فضائل نفسانی خودش رو به اونا منتقل کنه، اسوه و الگو باشه برای این آدمایی که آدم ندیدن بیان جذب اسلام باشن به خاطر اخلاق پیغمبر. الله اکبر که پیغمبر از این روش چقدر استفاده کرد. شنیدید که میدونید پیغمبر اسلام رفتن طائف برای تبلیغ، با شکست مواجه شدن. مردم طائف پیغمبر اسلام رو نپذیرفتن. قبل از اینکه تو مسیر نزدیکی‌های مکه رسیدن به یک باغ انگوری که یک نفر از غلام‌ها و برده‌هایی که تو اون باغ کار می‌کردن دیدن که رسول خدا کنار یه دیواری تکیه کرده، خیلی خسته، کوبیده، گرسنه. اسم اون غلام اداس بود. مد خدمت پیغمبر با یک برخورد یه مقدار انگور آورد، گفت این یه مرد غریبی است، از این مسیر عبور میکنه، من یه مقداری انگور در اختیارش بذارم. و پیغمبر برخورد کرد. با چند لحظه که با پیغمبر صحبت کرد یه مرتبه دگرگون شد و مسلمان شد. چه باعث میشه که یه آدم گمراهی با یه لحظه، با یه برخورد یه مرتبه متحول میشه؟ این نیست مگر به خاطر اینکه رسول اسلام خورشیدگونه با این افراد برخورد میکرد. اینها رو ظلمت‌های کفر از جلوی چشم دلشون برطرف میکرد. پیغمبری بود دلسوز وقتی که مردم ایمان نمی آوردند. پیغمبر مثل اینکه روح از بدنش می‌خواست خارج بشه. قرآن در سوره مبارکه کهف می‌فرماد لعلک باخ اون نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. وقتی تو میبینی مردم گرایش پیدا نمیکنن، مثل این که جانت میخواد از بدنت خارج بشه. پیغمبر غصه نخور، تو فقط کارت این باشد که تبلیغ بکنی و انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. تا
تو کار ده بکن، نگران نباش، قصه نخور که چرا مردم ایمان نمیارن. اما خب پیغمبر پیغمبریست که بالمؤمنین رعوف و رحیم، مهربانه. مهربانی پیغمبر ایجاب میکنه که تحمل انحرافات مردم رو نداشته باشه. پیغمبر اسلام در افکار انقلاب ایجاد کرد. عرض کردم از مشرک موحد میسازه. اونم چه موحدی؟ مثل بلال حبشی که شکنجه های عجیبی وارد میکنن به بلال، ولی ذره تحول در وجودش به وجود نمیاد. گد احد، احد، یک خدا، فقط یک خدا. از کجا درس گرفته؟ این مقاومت رو به برکت کی به وجود آورده؟ در خودش به وجود آورده. احد. از اون مشرکا اینجور موحدها رو میسازه پیغمبر. انقلاب اعتقادی، انقلاب در مسائل اقتصادی، که امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماد یادتون هست که شما آبهای گندیده بیابونا رو میخوردی، آب نداشتی، گرسنه بودی، از شدت گرسنگی چقدر تحت فشار بودی؟ کی بود شما رو به اینجا رسون و اقتصادتون رو به راه انداخت؟ مردم مدینه وقتی پیغمبر اومدن مدینه، میرفتن در خیبر از یهودیا طلا میخریدن. پیغمبر اسلام فرمود بگه خدا شما نمیتونید مستقل بشید در مسائل اقتصادی که دستتون پیش یهودیا دراز میکنی. تشویق کرد پیغمبر این مردم رو به اینکه برن خودشون مستقل بشن، خودکفا بشن و از زیر یوغ استعمار یهود بیرون بیان. یه همچی تحول اقتصادی به وجود آورد. شاگرد پیغمبر اسلام تشویق میشه، یعنی امیرالمومنین، به زراعت. تا نیامده بودن امیرالمومنین در مدینه و هجرت نکرده بودن، مردم مدینه اصلا اون رغبت رو به کشاورزی نداشتن. امیرالمومنین دستور میده حس خرما رو جمع میکنن. یا علی چرا حس خرما جمع میکنی؟ خب اینا هر کدومش درخت نخله. و میرن چاه حفر میکنن، چاه رو وقف میکنن و نخلستان ایجاد میکنن، رشد به دامداری و کشاورزی میدن. اینقدر پیغمبر تشویق کرد در دامداری، در کشت درخت و کشاورزی. اینا رو کی به تشویقشون کرد؟ شعاع وجودی پیغمبر یک انقلاب عظیم در اقتصاد عربستان ایجاد کرد. معاملاتی رو حرام کرد. مردمی که گرفتار ربا بودن، العظمت لله، که این ربا عجب نکبت عجیبی است که ضربه های سنگینی به انسان ها وارد کرده و میکنه. بارها و بارها به رفقا گفتیم که مواظب باشید یه ریال ربا تو زندگیتون راه پیدا نکنه که زندگیتون رو دود میکنه. تجربه فراوان داریم. اینا مبتلا بودن به رباخاری، به غش در معامله، به معاملات حرام. پیغمبر یه تحولی از نظر قانون اقتصاد و معاملات به وجود آورد که مردم رزق حلال گیرشون بیاد بخورند. تحولی ایجاد کرد در قانون گذاری. اونا قانون نداشتن.
و در ظرف این 10 سالی که پیغمبر در مدینه بودن قوانین بسیار مدون و حساب شده ای رو تنظیم کردن که مسلمان ها در تمام ابعاد از این قوانین الهی برخوردار بودن و هیچ چیز بدون قانون نمونده بود. که چقدر زیبا پیغمبر تو اون خطبشون فرمودن که ما من شیئن یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا وقد امرتکم به. هر چیزی که شما را به بهشت نزدیک میکرد و از جهنم دور میکرد من امر کردم. و ما من شیئن یقربکم الی النار و یبعدکم عن الجنه الا وقد نهیتکم عن. هر چی شما را به آتش نزدیک میکرد و از بهشت دور میکرد من نهی کردم. من چیزی فروگذار نکرد. قرآن میفرماید یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. اینا خوراک های بدی داشتن، خبائث رو مصرف میکردن، طیبات رو بهش رغبت نداشتن. پیغمبر اسلام اومد از نظر اقتصادی و بهداشتی طیبات را برای مردم حلال کرد و چیزای خبیث مضر را بر مردم حرام کرد. این تحول را هم در بهداشت و مسائل اقتصادی ایجاد کرد. در جنگ و صلح مقرراتی وضع کرد که اون غارتگری ها خاتمه پیدا کنه، اون جنگ های بسیار بسیار خطرناک اینها خاتمه پیدا بکنید و یه روال قانونی مرتب منظم داشته باشه. صلحی که پیغمبر کرد، جنگهایی که کرد، یه تحولی در تاکتیکای جنگی و قوانین جنگی به وجود آورد. اون تحول هم تحول عجیبی بود، عزت داد به مسلمین، آزادی داد به مسلمین. همونطوری که زهره که رئیس سپاه عرب بود، وقتی که اومدن بیان ایران، رستم اومد با او مصاحبه کرد. گفت علت اینکه شما دارید میاد ایران رو فتح کنید چیه؟ گفت میخوایم شما رو آزاد کنیم. شما برده اید، با بندگی خدا از قید رقیت و بندگی نجات پیدا میکنید. و ملت ایران استقبال کردن، اسلام رو پذیرفتن تا تونستن خودشون رو از بند ساسانیان نجات بدن. این تحولات رو پیغمبر به وجود آورد. و همچنین داره که پیغمبر یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، برای انقلاب در اخلاقیات مردم امر به خوبی ها میکرد، نهی از بدی ها. با امر به معروف و نهی از منکر مسائل فضائل اخلاقی رو رواج داد و رذایل اخلاقی رو باش مبارزه کرد. که این یک قانون بسیار بسیار با عظمتی است که متاسفانه فراموش شده که بها تقام الفرائض. فرمود به واسطه قانون امر به معروف و نهی از منکر واجبات انجام بگیره، محرمات ترک میشه. اینا برای اصلاح جامعه بسیار مؤثره. با امر به معروف و نهی از منکر تحول بزرگی در اخلاق مردم ایجاد کرد. این انقلاب اخلاقی بود. تو همه ابعاد ما نداریم در دنیا و نیامده و نخواهدم آمد
به جز قیام حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه. انقلابی و تحولی که همه جانبه این مردم رو بسازه و رشد بده تو تمام زمینه ها. یعنی ساده ترین چیزها رو رسول خدا روش برنامه ریزی کرده. شما کتاب آداب و شریعه رو بخونید، کتاب هلیت المتقین علامه مرزسی رو بخونید، ببینید که تو چه زمینه ایست که پیغمبر برنامه ریزی نکرده باشه. چگونه لباس بپوشیم، چگونه بخوابیم، چگونه حمام بریم، چگونه مثلا حتی معذرت میخوام توالت بریم، تمام این جزئیات رو برنامه ریزی کرده ظرف 10 سال. مدت کم و کوتاه ولیکن کار خیلی گسترده. مردمی که مسلمونن اینا رو مسلمون ترشون کردن این مهم نی. مردمی که اینا کافرن، جاهلن، اونم در اون حد دست بالاش که دیگه ما در طول تاریخ وحشی ترین مردم رو در زمان پیغمبر داشتیم. اینا رو تحول ایجاد کردن و اینا رو ساختن که کار ساده اینی. اون تابش خورشید رو میخواد که انقلاب همه جانب در جهان هستی به وجود بیاره و با جاذبه خودش بتونه برنامه ریزی بکنه و نظم در عالم ایجاد بکنه. کار پیغمبره. کاریست که بدون اتکای به ذات اقدس حق نمیشه کسی انجام بده. در آخر زمانم شعاع پیغمبر کار خودش میکنه که آقا امام زمان علیه السلام که تشریف بیارن بهی یملا الله الارض قسطا و عدلا بعد ما ملأت ظلما و جورا. یک انقلاب جهانی به وجود میاد. همین اسلام رو آقا پیاده میکنه. هیچ تغییری در قوانین الهی داده نمیشه. قرآن همون قرآنه، حلال همون حلاله، حرام همون حرامه، تغییر نمیکنه. اصطلاحاتی تازه را انداختن که نمیدونم فقه پویا و میباد که احکام و تغییر داد و چنین و چنان کرد و اینا حرف مفته. قوانین الهی تغییر پذیر نیست. لن تجد لسنت الله تبدیلا. همونها رو حضرت بقیت الله پیاده میکنه و با قدرت احکام الهی و قرآن و شعاع وجود پیغمبر جهان را پر از عدل و داد میکنه. معنی یک انقلاب همه جانب و فراگیر همینه. این معنی نورانیت پیغمبره که به حق خداوند قسم میخوره و شمس و ضحاها و به بهترین و کوتاه‌ترین وجه پیغمبر رو معرفی میکنه و جعلنا سراجن و حاجا. و چه کارهایی از اسلام برمیاد و از دین پیغمبر و چه تحولی میتونه در جامعه ایجاد بکنه البته تحملش نمی کنن. هر روز براش نقشه میکشن. هر روز یه توطئه‌ای و عجیب این است که اینا متوجه نیستن که دست خدا پشت سر این دینه. نور خدا رو کسی بخواد خاموش کنه، پوزش بچا، کسی بتونه که نور خدا رو خاموش کنه؟ یریدون لیطفئ نور الله. اینا میخوان چراغ خدا رو خاموش کنند و الله متم نوره. خدا میخواد این نور رو تکمیلش کنه. ها
حالا چی قدرت دارد مقابل اراده و مشیت خدا موزه گیری کنه؟ اینا دارن بی خودی به خودشون درد سر میده. و هر روز که ما پیشتر میریم میبینیم که شعاع اسلام در سراسر جهان گسترده تر میشه و مردم دنیا روز به روز آگاه تر میشن نسبت به مسائل اسلامی. مخصوصا این اخیراً که یه مقداری روی تشیع کار شده، ببینیم چقدر جاذبه داشته و راستی فوج فوج مردم دنیا دارن به سوی اسلامیان که اونا وحشت کردن، از وحشتشون اینقدر سر و صدا میکنن. سگات چرا اینقدر واق میزنن وقتی چشمشون به یه آدم میفته؟ ما از سگ وحشت میکنیم و حال اینکه او از ما وحشت کرده که سر و صدا میکنه. ما یه پشتی نر به خدا زیر سرمون گذاشته. والله متم نوره. نباید هراس داشته باشیم. چهره اسلام روز به روز روشن‌تر میشه. ما کوتاهی کردیم و اسلام رو نرسوندیم. در زمانهای گذشته مسلمان‌ها آرام آرام این شعاع اسلام رو کشوندن تا به چین. دورترین نقاط دنیا به مدینه و مکه پذیرش داشتن مردم. اگر یه دینی بود که پر و پای نداشت که اینقدر کسی بهش گرایش پیدا نمی‌کرد. خاصیت نوره. حالا انشاءالله اگر خدا حیاتی و توفیق داد باز شب آینده این بحث رو ادامه میدیم که ببینیم که نور رسول گرامی اسلام و ائمه طاهرین چه جوری است. حالا یک کلمه است که دیگه وقت نیست که توضیح بدم که اصلا ببینیم نور رسول خدا چه کارایی عجیبی داشته است در مسئله خلقت و آفرینش جهان. اول ما خلق الله نوری. پیغمبر فرمود که اولین چیزی که با مشیت باری تعالی به وجود اومد نور من بود. یعنی چه؟ خیلی معنا داره. باید انشاءالله اگر حیاتی بود روش صحبت کنیم تا ببینیم که خدا چه نعمتی به ما داده که ما را زیر تابشه این نور قرار داده است و ما الحمدلله مسلمانی. خب بیش از این مزاحمت نکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. میدونید که شبهای جمعه آقا بقیت الله ارواح نافدا مشرف میشن کربلا و تو حرم آقا امام حسین و اون زیارت معروف رو میخونن و آقا امام زمان علیه السلام روزه میخونن، روزه جدشون رو میخونن. یا جدا یادم نمیرود اون وقتی که اسب بی صاحبت به طرف خیام حرم حرکت کرد، وقتی که صدای سم اسب را شنیدن، زن و بچه امام حسین از خیمه ها بیرون دویدن، شاید مجددن آقا را زیارت کنن، و اسرع فرس و کشاردن الی خیامک، مهمهمن باکیا. اسب گریه می کرد، همهمه می کرد. خیلی عجیبه که این حیوان زبون بسته چه شعوری داره. وقتی ابی عبدالله به زمین میفتن این پیام رو به خیمه ها برسونه و عشق بریزه. امام زمان میفرماد اسب
عشق میریخت و هم همه میکرد. زن و بچه وقتی نگاهشون افتاد به اسب، دیدن اسب بازین واژگون، یال و کاکل غرق به خون، میگن سکینه نازدانه اسب را استقبال کرد. گوه ای اسب میدانم پدرم کشته شده، اما وقتی پدرم به میدان رفت تشنه بود، آیا او را آب دادن یا نه؟ اگر اسب زبون داشت میگو ای سکینه به خدا پدرت را با لب تشنه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم قلب ینقلبون. نسألک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله. یا الله یا رحمان یا رحیم، یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعت المعصومین من ذریت الحسین. اللهم اغفر با آل محمد ذنوبنا و استر بهم عیوبنا و اکفه بهم مهمتنا.